جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر ژیان را به کس. همه یک دلند یزدان شناس، همه یک دلند و یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. سپاسگزار هستیم عزیزانی که اجازه دادن ما به توسط شبکه امید جاودان مهمان منازل شما خوبان باشیم. و اگر عزیزانی هستید که روی فیسبوک ما رو تعقیب میکنید، از شما خواهش میکنم اینک برنامه رو شیر کنید با دیگر دوستان و هموطنان عزیزمون. برنامه خبرناک برنامه مجزا هست، کاملا نسبت به اینکه ما بخوایم درباره کلام خداوند در این شبکه بپردازیم، حتما یادی از خداوندمون خواهیم کرد، چرا که میدونیم بنیاد عشق و محبت همه ما عیسی مسیح هستش. اما سعی داریم در این برنامه در رابطه مسائل روز و تفکرات متفاوت نیز بشنویم. از همین ابتدا اعلام میکنم اگر مهمانانی ما داریم که عقایدشون، نظریهاشون با ما متفاوت هستش، ما پذیرش اونها رو داریم، هرچند شاید یک فکر نیستیم، اما دوست داریم از دیگران نیز بشنویم و از دیگران یاد بگیریم، با توجه به اینکه روی اصل ایمان خودمون ایستادیم، بدون هیچ نوع تعصبی، درگیری با دیگران، با محبت و عشق همدیگر رو میپذیریم در مسیر همان عشقی که خداوند نیز اعلام میکنه که خدا محبت است. پس ما در مجموع ملکوت خدا در کنار دیگر هموطنان عزیزمون هستیم برای رسوندن خبر خوش، برای آگاهی و نیز شنیدن دیگران، حتی نقد از دیگران نسبت خودمون و حتی مسیحیت. این گونه نیستش که بخوایم جبهه تعصب رو بگیریم. پس تشویقتون میکنم هر پنجشنبه ساعت 11 با برنامه خبرناک باشید. درود میفرستم خدمت بعد ازم بهروز جان که لطف کردن با ما هستن. ممنون از شما. منم سلام میگم به همه عزیزان و خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شماها در هر نقطه از این جهان که هستین. همینطور که کشیش رسول فرمودن، ما پذیرای همه گونه افکار هستیم و خدا رو شکر اینو ما از در واقع اون باور و اون تعالیمی که مسیح داده ما اینا گرفتیم. براو. مسیح خواسته که ما محبت بکنیم به همسایه خودمون. آمین. و لزوماً قرار نیست که همسایه من هم فکر و هم باور من باشه. براو. و خب با توجه به اینکه ما هر دو بک‌گراند از اسلام داریم و در واقع میشه بگی که شناخت داریم و با شناخت اومدیم از اون مسیر در این مسیر قرار گرفتیم، اینه که در اسلام مسلمان نمیتونه نسبت به همسایش محبت داشته باشه اگر همسایش با اون هم باور نباشه. بس. چون طبق تعالیم قرآن کسی که باور اسلامی نداره کافره. بس. و یک مسلمان اگر بخواد به همسایه کافر خودش محبت بکنه، بایستی حداقل 80% از قرآن را پاک کنه بذاره کنار. براب. و اگه یک شخصی 80% از قرآن را بذاره کنار، دیگه در واقع اون مسلمان نیست. مسلم. و تمام تلاش ما اینه که اینجا توی این برنامه ها یک شناختی بدیم به هموطنای خودمون، هموطنایی که در اثر این بیماری اسلام دچار این مشکل امروزی هستن. دقیقاً. حقیقتا من خودم مقایسه میکنم با یه شخصی که سرطان داشته و بعد از این بیماری سرطان آزاد شده، نجات پیدا کرده و الان با یه ذوقی، با یه اشتیاقی از بیماری خودش میاد تعریف میکنه که چجوری من نجات پیدا کردم، چجوری من تونستم این بحران سرطان رو بذارم کنار. و این برای شما بیننده عزیز که مسلمان هستیم باید همین واقعیت باشه که بهروزی که یک زمانی دچار این بیماری بود، امروز دیگه دچار این بیماری نیست. بلد. و چه مسیری رو رفته و چه به دست آورده. راب. من امروزه اون خشمو ندارم، من امروزه شد. در واقع در سیستم من دیگه واژه‌ای به عنوان کافر وجود نداره. ما همه فرزندان خداوند هستیم. آمین. و به عنوان مثال ما میبینیم که مثلا یکی از اصول
اصلی اسلام جهاده. جهاد با کی؟ با غیر مسلمان. خب این میاد مجزا میکنه و این خطریه که امروز واقعا جامعه بشری رو داره تهدید میکنه. من خدا رو شکر میکنم که آمین. جوامع اسلامی امروز اون قدرت نظامی را که کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل شوروی، مثل کشورهای اروپایی دارن، جهان اسلام این قدرت رو نداره. اگر داشت امروز به فردا یا بعد همه مسلمان میشدن و یا همه کشته میشدن. این یک واقعیته که نمیتونیم کتمان کنیم. دقیقا. سپاس از مطالبی که فرمودید. فقط توی پرانتز بگم، چرا که من و بعد بهروز عزیز هم نظر هستیم و وقتی که این خدمت رو در کنار هم شروع کردیم با این باور هستیم که مسلمانانی که خودشون، یعنی ایرانی هایی که خودشون تصور میکنن مسلمان هستن، مسلمان نیستن، چون همسایه‌شون رو دوست دارن، چون هموطنشون رو دوست دارن، چون بهایی ها رو دوست دارن، یهودی ها رو دوست دارن، مسیحی ها رو هم دوست دارن. من فراموشم، پدر من بهترین دوستانش، حالا پدر من بچه قوم، باورهای اسلامی سخت، اما باورتون میشه بهترین رفیقای پدر من جزو بچه های ارامنه بودن. و حتی اگر ما میخواستیم دندون پزشک بریم، میرفتیم پیش ارامنه. اگر میخواستیم کفش، حتی کفش میتونستیم بخریم، ولی بابای من این کفش رو میداد به یک که از دوستانش که کفش میدوخت توی نارمک تهران، منو میبرد اونجا و میگفتم چرا، میگفت اینا از بس که خوب هستن و ما باید به اینا هم برکت برسونیم. پس اکثر ایرانیان یعنی این گونه هستن. اما توی اون فازهای تعصب اسلامی وقتی که مردم رو بهشون تحمیل کردن آخوندها، اونجا شده که خانواده هایی بودن که بله همسایه برفرض دگر باورشون رو کافر و نجس دانستن. از این رو هست هموطن عزیزم که فکر میکنی مسلمان هستی، تو مسلمان نیستی، تو ایرانی هستی. اگه قلبت قشنگه، اگه محبت داری، تو ایرانی هستی. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگی داشتی که همیشه گفته با عشق و محبت زندگی کنیم. با سپاس از مطالبی که فرمودید، سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم که این دست همکاری رو دارن و کارگردانی این برنامه رو دارن و خدمات ایشون رو شاهد هستیم. جا داره حقیقتا اینجا از ایشون تشکر کنیم و از خدا میخوام که خداوندم ایشون رو و خانوادهش رو پیوسته برکت بده. هموطنان عزیز، ما تا دقایق دیگر با نویسنده و محقق آقای سیاوش اوستا هستیم که سالها هستش در جمع ایرانی ها خدمت میکنه و کتاب های بسیاریشون نوشتن و دوست داریم بیشتر از خودشون بشنویم. حتما سوالی خواهیم کرد در این رابطه. پس تو این چند دقیقه که میریم و برمیگردیم، میتوانید به دوستانتون خبر بدید تا از آگاهی این دانشمند عزیز نیز بهره بگیریم نسبت به تحقیقاتی که کردن و بتونیم در این آگاهی مسیر زندگیمون رو توی راستی قرار بدیم. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسانی که کلام خدا میگه خدا انسان رو شکل خودش آفرید. پس قرار نیست شکل هیچ پیغمبری هم بشید، هیچ پیغمبری. قرار شکل خداوند روش کنیم در ذات او که محبت و عدالت هستش، در ذات او که حکمت هست و در ذات او که رحمت هستش. بریم برمیگردیم با نویسنده و محقق آقای سیاوش اوستا خواهیم بود. اگر کفر است مسیحا را که فرزند خدا دانم، اگر شرک است که عیسی را خداوند و خدا خوانم، اگر دست خورده انجیل و
صلیبش کذب بسیار است. مرا پس کافرم دان و چو مشرک بر خدا خوانم. بله من کافرم اما مطیع مردگان هرگز، مطیع ابن یزدانم که او را در سما دانم. مقام کف می‌ارزد به دیدار نجات او، چو بینا گشته هم از او مسیحا را شفا منتظر این که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چرا سبز بوده. من میدونم که به هر جهت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنند، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که اصلا ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایی ها باید این بدونن، انگلیس ها باید. سلام دوستان عزیز، من پیج قبلیم هک شده، تازه پیج باز کردم. یک کمپین ما رو انداختیم برای کشتن مجید نصراللهی، مدیر شبکه حق نیوز و شاهین نجفی که یکیشون تو سوئیس زندگی میکنه، یکیشون تو آلمان. بعد میخواستم عزیزانی که حالا هر کدوم داوطلب میشن
هر کمک رسیدون بر میاد، چه کمک پولی، چه کمک بتونن آدرسی بدن، مشخصاتی از خودشون یا اطرافیانشون پیدا کنن، خوب ما بدن خیلی بهتره که مثلا این دوتا مرتد ما به درک واصل کنیم. مشکل ما هم اینا مشکل سیاسی نیست که اینا مثلا نصرالله‌ای میاد میگه که اینا مثلا اومدن به خاطر که ما ضدشون هستیم داریم این کارو میکنیم. نه، مشکل ما با اینا مشکل عقیدتیه. اینا مدام این دو شخص توهین میکنه به اهل بیت، به قرآن، به ولی فقیه. مشکل ما به خاطر اینه باشون. و اینم که من خودم عضو هیچ سازمان و ارگانی نیستم، من شهروند ایرانی ام، عاشق اهل بیت، عاشق اسلام، عاشق ولایت فقیه. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون در شبکه امید جاودان، همچنین عزیزانی که پیگیر ما هستید از روی فیسبوک. بازم تشویقتون میکنم لطفا روی فیسبوک ما رو شیر کنید با دوستانتون، همون گونه که وعده داده بودیم با نویسنده و محقق آقای سیاوش اوستا هستیم که ارادت خاص خدمت ایشون من دارم، بعدم بهروز، و میدونم همه شما عزیزان از خدمات ایشون آگاه هستید. درود میفرستم خدمت آقای اوستای عزیزم، سپاسگزار هستم که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما مهربانیار استاد حیدری، درود بر شما مهربانیار آقای بهروز عزیز. بسیار شادمان هستم که با شما مهربانیاران هستم. من نکته‌ای رو که در ابتدا میخوام عنوان ارمغان پیشکش کنم کشیش رسول حیدری این هست که این مهربانیار از کسانیش که واقعا گستاخی و شجاعتش قابل تحسین است در رابطه با گفتن حقایق. و من به شما باید عرض کنم که بسیار سپاسگزار هستم که در موضعی که هستید به عنوان یک کشیش واقعیت‌های تاریخی رو بدون پرده به بینندگان خود میدید. من از شما سپاسگزارم. سپاسگزار هستم. ما اینجا یه تیم هستیم، بعد ما بهروز جان هستن، تیم ما بزرگتر از اینم هست، حتی خود شما، همه کنار هم هستیم برای آزادی ایران. و سپاسگزار هستم همون گونه که این محبت رو به ما دادید، ما هم به شما انتقال میدیم به خاطر اینکه این دلیرانه واقعا ایستادید در برابر جهل و خرافات و ایمان داریم که با فیض خداوند پیروز خواهیم شد. این سپر هرچی بزرگتر خواهد شد، نظام اسلامی بیشتر خواهد ترسید، مطمئن هستیم. من راستش میل به این داشتم اگر براتون مقدور باشه در ابتدا، هموطنان عزیز حتما شما رو میشناسن، اما چون اولین بار هست که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید در شبکه امید جاودان، از خود شما بشنویم، از خدمات شما و آنچه که امروز دارید انجام میدید برای آزادی کشور عزیزمون، برای آگاهی هموطنان عزیزم. درود دارم به مهمانیارانی که نشستن و این برنامه رو میبینن. و در این روزگار نو که همه چیز نو و قابل دسترسی است، من گمان میکنم از خود گفتن شایسته نباشه، فقط به دوستان مهمانم پیشنهاد میکنم که avesta.net، avesta با W، یکی از سایت های ما هست که دوستان اونجا مراجعه بکنن، بخشی از اطلاعات در رابطه با سیاوش اوستا هست. بله بله، سپاس. تعداد کتابایی که نوشتید اگر اشتباه نکنم بالای 100 جلد کتاب هست. ممنونشم در این رابطه هم صحبت. آقای اوستا بسیار فروتن هستن، من باید بگم سوالا رو یک یکی از شما بکنم. بفرمایید آقای اوستا، این افتخار برای ما که شما این گونه قطعی مسیر آگاهی قدم برداشتید. بفرمایید. سپاسگزارم. واپسین لیستی که از کارهای من منتشر شده رقم 128 تا کتاب رو میده که اینها به زبان پارسی و به زبان تازی همون عربی و به زبان فرانسوی است. یعنی حدود 10 تا کتاب من به زبان فرانسوی نوشتم و 3-4-5 تا هم به زبان عربی و بقیه همه به زبان پارسی است. من نخستین کتابم رو در ایران مشهد وقتی که بودم نوشتم. البته من روزنامه نگاری رو حالا از کار خدمتون از 13-14 سالگی در شهر مشهد با همکاری با نشریه آفتاب شرق و خراسان شروع کردم و بعد روزنامه بود که پنهان شده بود، یعنی ماهی یه بار همینطور فقط برای آگهی در می اومد، اسمش بود نبرد ما. من از اسمم خیلی خوشم اومد و اون موقع بروسلی خیلی در جهان مد شده بود، منم 14-15 سال بود، رفتم مدرسه، رفتم این آقا رو که نبرد ما مال ایشون بود دیدم، گفتم چرا روزهاتون
فعال نمی کنید. گفت تو بچه به من میخوای درس بدی، ما همه پیرانا رو پاره کردیم دیگه فلان اینا. گفتم ما اینجا مقاله نوشته می دو تا سه تا مقاله مال مویه توی خراسان بود آفتابشهر. وقتی خوند آقای هوشمند روانش شد، گفت ای ما خونم این روزنامه رو اینا رو هم خونده بودم ای توی. گفتم بل. گفت ما که نمیتونم حوصله‌اش ندارم، تو اگه خواستی به کار بکن. با یاری یکی از دوستانمون که ایشون از من سنش بیشتر بود و روزنامه نگار بود، آقای صدر طباطبایی گمان میکنم، درود دارم بهش، ازش میخبرم نمیدونم کجاست. ایشون چون روزنامه نگار نویسنده بود، من با ایشون صحبت کردم، من شد سردبیر این و نبرد ما در دوران محمد رضا شاه چند شماره در اومد که ما مرتب انتقادی، و از اونجا من خیلی علاقمند شدم به نوشتن و به ویژه با عزیز نسین آشنا شده بودم و کتابهاش. دیگه اولین کتابی که در ایران در آوردم اسلام منهای روحانیت بود. و بعد پیشتاز مبارزات خلق، جالبش خواهی پرداخت اگر فرصت بشه. و اون اسلام منهای روحانیت رو من وقتی دادم به شخص خمینی که تازه وارد ایران شده بود در همین قوم شما در مدرسه فیسیه، این تا تیتر رو نگاه کرد، گرفت این گذاشت زیر دوشکش، دوشکی که روش نشسته بود. بعد این سخنرانی موجوده الان، یعنی در آرشیو هست، بارها هم از تلویزیون ایران پخش شده. و ایشون شروع کرد همونجا حمله کردن که اینهایی که روحانیت حمله میکنن ابله و نادان هستن و اسلام رو اگر ما ازش روحانیت بگیریم هیچ چیش نمیمونه، اینا دارن با زبان رمز صحبت میکنن. و اینقدر صحبت علیه من اونجا کرد، من اون موقع 20 سال بیشتر البته نداشتم، که من از اون پله های عرض کنم خدمتتون فیضیه که دیگه جای خمینی بود و بالا نشسته بود، فرار کردم آمدم پایین. حالا در رابطه با قومی‌های عزیز که صحبت می‌کردی، وقتی من قرار کردم اومدم پایین، چون تلویزیون‌های مدار بسته خمینی رو نشون می‌داد، پایین فیضیه که من اومدم هم طلبه‌ها بودن هم مردم قوم، تا منو دیدن یزدان گواهه، یزدان گواهه دور منو گرفتن و گفتن این چه کتاب خوبی تو نوشتی اسلام روحانیت، چون حدود 100 تا برده بودم اونجا رایگان داده بودم. اینه که اینها همه مشوق من شد استاد هیدری که در این زمینه کارمو دنبال بکنم و 3-4 تا کتاب بیشتر در ایران نتونستم منتشر بکنم. بعد دیگه خارج که شدم، این خارج با لطف اهورامزدا خداوند دانا و توانا یک فرصت و امکانی بود به سیاوش اوستا و ملت ایران و تمام پارسی زبانان سراسر جهان که من امروز پیش از شما با یکی از اساتید بزرگ آقای استاد مسعود سپند داشتیم صحبت میکردیم روی آخرین ترانهشونو که ارتش تاجیکستان اینو خونده و امام علی رحمانی خودش تقدیر کرده. یعنی وقتی میبینیم با مهر یزدان پاک امروز این اندیشه های بزرگ و مهرآفرین آریایی به عنوان اندیشه و تفکر از اسرائیل گرفته تا تاجیکستان و حتی امروزه، استاد هیدری خرسندم با آگاهی شما برسونم که کردهای ما چه در ترکیه باشن، چه در عراق باشن، چه در سوریه، اکثریت اینا که سیاسی و قدرت در قدرت هستن، به ویژه خانواده های بسیار خوب بارزانی که من نزدیک میشناسمشون و غیره، اینها همه به زرتشتی بودن خودشون، که زرتشتی هم دین نیست، یک آیین زندگی است که همه آیین های ما برگرفته از اون و میتراست، افتخار میکنن. و خوشبختانه هر چند در ایران سایه شوم و جغدافرین اسلام همچنان سایه افکنده، ولی در خارج این روز به روز داره کم رنگ‌تر میشه. بله، خدا رو شکر، آمین آمین. من میخواستم خدمتتون عرض کنم این سرزنشی که الان در فکر و احساس ما نسبت به خودمون در طول این 40 سال هست، و این سرزنش حتی ما روی والدینمون قرار میدیم، میگیم این پدر مادرهای ما بودن که دلیلی شدن که این نظام اسلامی بیاد و این باور اسلامی بیاد و این آخوندها بیان. اما این سرزنش خب تا به امروز فقط این بوده که در ذهنیت ما یه افسوس بوده، افسوس چرا باید این گونه میشده. اما روبروی این افسوس من میخوام یک واژه‌ای رو بذارم به این عنوان که چرا ریشه این همه بیخردی که دلیل نظام اسلامی شد از کجا اومده. آیه سیاوش اوستا، با تحقیقات که شما به عمل آوردید، ما این ریشه از کجاست که ما بتونیم بپردازیم به ریشه؟
چون الان 40 سال اپوزیسیون داره میپردازه فقط به آخوند، فقط به این دولت. حتی خیلی هاشون هستن که به خود منم گفتن اگر میشه نگید نظام اسلامی، شما بگید حکومت آخوندها. بعد من میگم آخه این آخوند کجا نشسته؟ آخوند سکوش اسلامه، چرا شما فقط به آخوند دوباره داریم بر میگردیم یه حزب دیگه به نام شیعه رو یه جور دیگه بیاریم؟ اینم اصلاح طلبیه. اما از شما خواهش میکنم با آگاهی که دارید و دانشی که دارید لطفاً بپردازید به این ریشه این آسیبی که دلیل 40 سال ظلم و ستم در ایران شده. بنیار بهرجان چیزی خواستیم بگین؟ من یه سوالی توی صحبته شما برام پیش اومده که مطرح میکنم. چشم، بعدا. سپاسگزارم استاد حیدری مهربان، نکته بسیار زیبایی رو مطرح کردید. و اون اینه که من بارها گفتم و میخوام همینجا مهربانانه از همه خواهش کنم که این حرف رو نزنن. این حرف خیلی غلطه که میگن ما نسل سوخته هستیم و ما سرمون کلا رفت، پدران ما آمدن تو خیابون. نه، این سخنان یادتون نره. اینم پیش از این بگم که نظام استعماری جمهوری اسلامی ایران، یادتون نره که ایران مستعمره است همچنان و زیر نظر استعمار اداره میشه و اینا همه عوامل استعمار هستن و برگرفته از تاریخ ترور و وحشت و قتل عام 1400 سال اسلام بله بردن. ولی میخوام اینو بگم نسل سوخته و آدمایی که سرشون رو کلا گذاشتن ما نداریم جناب حیدری. ببینید همین اکنون که ما با هم گفتگو میکنیم، 2-3 سال پیش رفتن 40 میلیون نسل سوخته شدن به این روحانی رأی دادن. و پیش از اون تمامی رئیس جمهورهای نظام جمهوری اسلامی از بازرگان که انتخاب نشد نخست وزیر بود بگیریم تا از بنی صدر تا بیاین جلو، همه اینها اون آدمی که اینا به عنوان رئیس جمهور گذاشتن میلیون ها رأی گرفته توی 40 سال. پس همینایی که مردم ایرانن میرن به اینا رأی میدن، گول میخورن، تا همه الانش هم گول خوردن و میخورن. پس این یادتون نره. فرمایش شما از اونجا خیلی درسته که میگوید میفرمایید که ریشه چیه. ما باید ریشه رو بریم پیدا کنیم. اگر ریشه رو پیدا کنیم میبینیم که این بیچارگی و بدبختی اول مالی 40 سال نیست، اول مال روحانی نیست، مال احمدی نژاد نبود، مال خاتمی نبود. این 1400 سال ریشه داره و الان استعمار برای نابودی ایران و دسترسی به نفت و از نظر سوغل جیشی ایران خیلی حائز اهمیت جاده ابریشم جانی بوده و خلیج پارس و غیر و غیره، اینا رو بهانه کردن برای اینکه به اون مقاصد استعماری و اقتصادی خودشون بپردازن. من نمیخوام امشب اینجا وارد سیاست بشم چون پرسش شما به قدری استادانه و زیباست که باید اون بپردازم. ولی فقط یک گوشه کوچکی من نشون میدم، عرض میکنم که این گوشه رو داشته باشید تا ما بریم اون مسئله اصلی که فرمودین رو روش بحث بکنیم. ببینید امروز من با مقامات امریکایی در تماسم، با اروپا در تماسم و چون ما با هیچ کس دشمنی نداریم، حتی با تازیان ما میگیم تازی، ما باشون در تماسی، ما دشمنی با کسی نداریم. ما دشمن دشمنانمون هستیم که تو ایران حاکمن، به هیچ کسی دیگه کار نداریم. ولی این هم که میخوام امروز به شما بگم اون اینه، ببینید همین جنجال جنگ خلیج پارس یک بیزنسه. این خود امریکایی ها به خامنه ای پیغام دادن، اینا در حال مذاکره هستن تو سوریه تو عراق، من خبر دارم، حالا اینا اینجا نمیخوام باز کنم. اینا مرتب در حال مذاکره و تماس هستن 40 سال، اصلا اینا یک مرغ تختره است این نظام برای استعمار. حالا تفلی امریکایی هایی کمی دونن بهره کم بردن. ولی ببینید اینا میگن آقا ما با شما کاری نداریم، حال تو پورتاتون رو بکنید، ما فقط میخوایم این عربا رو صورت حساب بهشون بزنیم با این ناوگانی که میفرستیم، با هواپیما و با این سربازا. چون یادتون نره استاد حیدری همه اینا صورت حساب زده میشه، پول همه اینا از اینا میگیرن. برای همین اساس شما خواهید دید، من به شما میگم شما یادداشت کنید. خواهش می‌کنم، یادداشت کنید. این امپراتوری شیعه که اینا ساختن، این امپراتوری شیعه آنچنان قوی شده که سر اینا رو کلا میذاره در دراز مدت، چون اینا یک متحد قوی میخوان تو منطقه. خواهید دید که این جنگ یمن و اینا یکم تموم بشه، درست مثل کویت عربستان سعودی میره زیر قرض، میلیاردها دلار بدهی خواهد داشت.
پس این مسئله بیزنسیه. خود آقای ترامپ هم من سخنانش رو بارها پخش کردم، ایشون 20 سال پیش با یک خبرنگار خانم سیاه‌پوست صحبت میکنه، میگه ما چرا رفتیم به عربا کمک میکنیم که همه گداشون این شازده دارن زندگی میکنن نفت و فلان، ما 20% از اون تکس بگیریم. و آقای ترامپ یکی از محاسنی که داره اینه که انسان صریح و لهجه و شجاع، یکی حرفا زده الان داره عمل میکنه، سر اینا هم داره کار میکنه. حالا پس این استعمار. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که امروز من در برنامه پخش جهانی خودم 2 دقیقه از شعبانو رو پخش کردم. تو این 2 دقیقه با که قبلا من این میدونستم تو کتابشون که خود ما کهندیارا چیزش کردیم اینا میدونم تو کهندیارایشون نوشته بودم، ولی این خیلی جالب بود امروز که شعبانو میگه ما داشتیم رفتیم از پاناما، ما رو چیز کرده بودن، ما رو بودم توی یک پایگاه نظامی، اونجا حتی نذاشتن پزشکای آمریکایی بیان. و بعد ما توی پایگاه حالت زندانی داشتیم. و بعد حالا بقیش توی مصاحبه نگفتن، ولی من میدونم شعبانو خودشون هم فرمودن. شعبانو زنگ میزنه به راکفلر میگه های راکفلر حالت خوبه بابا، ما دارن ما اینجا میکشن، اینا تو را نگه داشتن، اینجا چه قضیه؟ اینا انور سادات مداخله میکنه روانشاد که اجازه میدن پرواز پادشاه بره به مصر. نکته مهم استاد حیدری خیلی مهمه. یک شخصیت فرانسوی بسیار قوی، هنرپیشه درجه یک با آلن دلون، ژان گابون، فیلم‌های زیادی بازی کرده به نام دانیل ژلان. دانیل ژلان نقش پادشاه رو در اون فیلمی که امریکایی‌ها ساختن بازی می‌کنه، چون شبیه شاه. دانیل ژلان به خود من گفت، برای اینترنت مصاحبه ما موجوده به زبان فرانسوی، گفت من وقتی می‌خواستم نقش شاه رو بازی کنم 2 سال روش تحقیق کردم و در نهایت پی بردم که شاه رو کشتم. درست صحبت شعبانو رو تایید میکنه در رابطه با اینکه پزشکای فرانسوی گفتن اگر شاه رو اینا درست میفرستادن ما میتونه سالم سال زندگی کنه اگه شاه نبود. و نکته مهم این که دانیل ژلان به من گفت، گفت وقتی شاه از همون پاناما میخواد خارج بکنن پادشاه رو، این چون عمل جراحی روشون انجام داده بودن، اون اجهزه اون دستگاه و تکنولوژی پزشکی که ما تو هواپیما باش می‌بردن من کردن نذاشتم ببره و ایشون پیکرش میرسه اونجا. و حالا رو بهتون بگم شهبانو گفت، منم میگم رو به گونه شاهرم کشتن. پس این رو باید در نظر داشته باشیم که استعمار هدفش پول در آوردن به فکر ما. حالا ما خودمون ریشه ای پاسخ چه باید بکنیم؟ اصلی ترین درد و مشکل ملت ایران امروز همینه که هی عذر میخواد، استعمار میشیم، تحریک میشیم، هی خر میشیم، هی میریم پای صندوق های، هی برای ما لولو خورخوره درست میکنیم که اگه نیای رئیسی میشه. آره روحانی رئیسی بوده، لولو خورخوره این رئیسی شده، چون 20 سالی شده و 32 سالی شده. بعد جلیلی میاد اگه به روحانی رای ندین، جلیلی هم شاگردی نبوده. آقا به این ناطق نوری اورندین، این بازی که سیستم بلده عمل کرده، ما باید یک آگاهیمون بره بالا، ذکاوت داشته باشیم و دو بدونیم که اصلی ترین عامل بدبختی امروز ما ملت ایران و تمامی ملت‌های متمدن که امروز به بیچارگی افتادن، مثل تمدن بزرگ مصر، مثل تمدن بزرگ لبنان، مثل تمدن بزرگ بابلیین در عراق، مثل تمدن آسوریین در سوریه، تمامی تمدن‌های بزرگ که امروز نابود شدن به دست اسلام شدن. و فقط ایران باید از اسلام جدا شه، چه شیعهش باشه چه فرقه دیگه، آمین. تا بتونه آمین. به آزادی که باید دست پیدا کنه. برافو برافو. جناب سپاس. اجازه بدید. خواهش کنم. جناب استاد سیاوش عزیز، دقیقاً ریشه اسلام هستش، ولی حالا میخوام برگردم به کتابی که شما نوشتین، اسلام بدون روحانیت. خب همه ماها تحول پیدا میکنیم، خود من قطعاً اون برداشتی که از مسائل 20 سال پیش داشتم امروز اون نیست، چیز دیگه ایه. ولی کتاب اسلام بدون روحانیت ظاهراً داره یه مرزی میذاره و اسلام رو از روحانیت جدا میکنه. آیا این استاپ کنید، به خاطر اینکه من به شما عرض کردم من 128 جلد کتاب نوشتم، 2-3 تاش عرض کردم تو ایران بوده. اون یک تئوری بود که طرحی بود که کتابی بود که 40 سال پیش، چند سال؟ 40 سال پیش من توی ایران نوشتمش
و امروز اون سندیت نداره. من یک کتاب دیگه هم داشتم به عنوان تو ایران اونو نوشتم ده. الان مثل این که الان در ایران شهر چی اونم 40 سال پیش نه الان بله طرز فکر اون زمان بوده. من یک کتاب دیگه نوشتم تو ایران اینجا اجتهاد نوپردازی در اندیشه فقاهت ایستایی در عقیده این هم یک کتابی بود که من نوشتم که حتی تشکیلات بزرگی که در اون موقع اینو گرفتن و به عنوان یه سند که خیلی خوب بود ایران ما تو ایران نوشتیم نوعی مبارزه چون تو 40 سال پیش به روشان که آدم نمیتونست ایران حرفایی که ما اینجا میزنیم همین الان اینجا که ما داریم میزنیم استاد حیدری میفرمایند که بهشون خورده گرفتن که آقا نگید رژیم اسلامی بگید ملایان الان بعد 40 سال بعد این یکی دو سه کتابو من در ایران نوشتم 40 سال پیش نسبت به شرایطی که حاکم بود انقلاب سیاه شده همه دایی تو عمو و تو عمت میان سرت میبرن اگه بگی بچهای خودشونو میزنن میکشن من شجاعت اینو دارم که نوشتم اسلام نهارونت و خمینی مشخصا موزیک اون مال قدیم بود اما پس از اون سیاوش اوستا داره از میترا تا محمد بعد لوگوی من هست که این لای محمد افتاده میترا اونجا سر کشیده میترا کیست؟ عیسی مسیحه عیسی مسیح شوخی نداریم من به معنی مورخ دارم میگم مسیحیت عیسی مسیح که ما هم دوستش داریم یعنی ایرانی ها باید عیسی مسیح رو دوست داشته باشن من همچه گفتم خودمونه نوشتم در امو از میترا تا محمد در خدا را در خواب دیدم زارزار گریه میکرد در من با خدا رقصیدم میترا سمبل و اندیشه نخستین عیساست به خاطر همینی که الان تولد عیسی رو که ما جشن میگیریم کریسمس همون یلداست که تولد میتراست حالا بگذاریم من اونجا از میترا تا محمد نوشتم با خدا رقصیدم قرآن سروده ای به سبک پارسی نوشتم یعنی قرآن که اونقدر قداست داشت و اینا ما اومدیم گفتیم این سروده است به سبک پارسی شعر قصار و سمرش فقط من بعد نوشتیم دینداری و خردگرایی گفتیم خرد جای دین و من با خدا رقصیدم خدا رو از او بالا آوردیم پایین هم باش رقصیدیم هم خدای ملموسی که شما معتقدین ملموسه هم باش رقصیدیم هم تو خواب دیدمش که گریه میکنه اینه که اون افسانه کهن هست اون دوتا کتاب سه تا کتاب و 125 کتاب اوناییست که در پیش اومده بهش من حقیقتا اعتراف میکنم به این که شما تموم مطالبتون راهنمایی بوده برای خود من اینجا خواستم این مطلب باز بشه برای افرادی که دارن برنامه رو میبینن فکر نکنن که مرزی هست بین اسلام و روحانیت اسلام به هر شکلی که باشه حالا به شکل کت و شلوار کرواتی آقای علی شریعتی یا ابا عمامه خمینی در ذات اسلام هیچ تفاوتی نمیکنه و ما بر این اعتقاد هستیم که ریشه و در واقع اون ویروس اصلی که داره الان جامعه بشری رو تهدید میکنه خود اسلامه شما با توجه به اینکه در فرانسه دارین زندگی میکنین و در یک سرزمینی هستین که من فکر میکنم شاید چهره فرانسه 30 سال پیش با امروز خیلی تفاوت کرده به خاطر مسلمونایی که الان اومدن این اونجا و خب اینا همینطور دارن رشد میکنن امروز داشتم یه مطلبی رو میخوندم حقیقتا اگه محمد از مکه به مدینه نمیرفت این هجرت صورت نمیگرفت یا این من میگم پناهندگی شاید این اولین حالت پناهندگی بوده در 1400 سال پیش که محمدی که در مکه تحت ظلم و ستم اطرافیان خودش بود در واقع فرار کرد و رفت به یثرب و اونجا اولش هم یه آدم خیلی مظلوم و خوبی بود و بعدن شروع کرد به چه کردن ها که داریم میبینیم امروز مسلمون ها دارن همین کارو میکنن برابر. از ایران و سوریه و عراق و فلسطین فرار میکنن میرن به این کشورهای آزاد روزهای اولی هم که میرسن بسیار محجوبن بسیار انسانهای آرومی هستن ولی همین که قدرت یه مقداری تو فضا اومدن و اینا شمشیر رو میکشن و همونطور که دیدیم وسط خیابون یک کافر رو که باور اینها با باور اون تفاوت میکنه رو سلاخیش میکنن چی کار باید بکنیم که بشریت رو آگاه بکنیم نسبت به این ویروس درود بر شما من میخوام یه هدیه بدم به تلویزیون شما و استاد
هیدری و خود شما بهروز عزیزم، سپاس هم مهرش و همه مهربانیاران که مطمئن هستم که از این پس که دوستان اینو میشنون مثل تمام مواردی که در این سالها مطرح شده و دوستان گرفتن و بزرگش کردن بزرگش خواهد کرد. روانشاد استاد مسعود انصاری، دکتر روشنگر که دیگه با ما نیستن، جان رفتن. شاید چند سال پیش من این مقاله نوشتم، عنوانش بود الله و اکبر. این الله اکبر تشریح کردم که چه شارلاتانیسمی است، مثل علی شریعتی که به عنوان شارلاتان به عنوان بنده نخستین بار معرفیش کردم که بعد نزدیکترین افراد ازش کندن که اسم نمیخوام بیارم، ولی آدمای بزرگ که الان هستن پس از خوندن کتاب شریعتی فری بزرگ ازش کند. حالا من این را میخوام به عنوان یک هدیه به شما مهربانیاران بدم که از این پس همچنان که الله اکبر یک مقاله من موجب شد که استاد مسعود انصاری یک کتاب بنویسن با عنوان الله اکبر و برای منم فرستادن و مهرشان همواره با من بود، اینم راهنمای خوبی خواهد بود برای همه شما و همه عزیزی که ما رو میشنوند. ببینید این شوخی نداریم، من سال 2000 یک مقاله‌ای نوشتم در یک مجله فرانسوی پانورامیک، سال 2000. از سال 1998 به من سفارش دادم، من سال 2000 تمومش کرد، یعنی آماده بود بهشون دادم، چاپ شد مجله پانورامیک. اس تیتری بود ریشه ترور در اسلام، اوریجین دو ترور آن اسلام. پیش از اون این رو من در دو کتاب دیگه خودم به گونه ای مطرح کردم، یکی در کتاب فرانسوی لسوکره دول اسلام یعنی اسرار اسلام و یکی در همون کتاب از میترا تا محمدی که خدمت ناز کردم، ولی دوستان بهش نپرداختن. چرا؟ چون شرح واسع ندادم. الان شرح واسع میدم. مهربانیاران، من امشب برای شما ثابت میکنم که اسلام از نخستین روزی که پیامبر اسلام اون آورد، یادتونه، اینم بگم زود تو پرانتز که اونایی که خیلی مسلمانن اینا ناراحت نشن، خوشحال بشن، اونایی که مسلمانن خیلی خوب گوش کن. ببینید اسلام سه مرحله داشته، این سه مرحله شش کدوم با هم برابر نبوده. بعضی الان هستن عاشق اسلام هستن ولی عاشق اون مرحله اولش، اون مرحله اول فهمت. مرحله دو سه رو ندیدن و نفهمیدن و نمیدونن. برای همین من به مسلمانان همیشه به فرانسوی و به پارسی که برنامه دارم کار میکنم هم اینو میگم. خیلی مهمه مرحله اول محمد و اسلام همونطور که شما فرمودین پیش از فرارش از مکه است، یعنی هنگامی که تو مکه اومده بره جنگیر بشه، جنگیر بر اساس قرآن و لست انت به مجنون. مجنون در زبان عرب یعنی جنگیر. بله. مجنون از جن میاد و دیوانه نیست. دیوانه در زبان عرب یعنی محبول. کسی که دیوانه است میگن محبول. اما اگه به کسی گفتن مجنون یعنی جن زده شده، به کسی هم که جن است تو بدنی میاد باز اونم مجنونه، یعنی دو تا استفاده داره. مجنون محمد اول کارش جنگیره، یعنی میاد یا ایها المدثر قم فانظر. این مدثر یعنی در پتو پیچیده، تب کرده، عرق کرده، برخیز و روشنگری کن. چرا میرفته در پتو؟ چون حالت همه جنگیرها رو داشته. من جنگیرها رو دیدم. دکتر گورسی یک چوپانی بود در بجستان خراسان، میشستی یک کاروی میکرد بیا ببین. حالا من دیدم، یعنی جنگیر بود اول. بعدا وقتی که خدیجه ببینیم خواهد جنگیر بشیم، جنگیری که نشد کاسبی ولمون کن. بعد در قرآن آیم هست میگه لست انت به مجنون، میگه تو مجنون نیستی. میگه خیلی کارهایی هست که میخواد بکنه تا اینکه میاد چه میکنه. اینا مرحله در تمام این مراحل تبلیغاتی خودش که داره در یک جایگاه بر خودش پیدا میکنه، یه آدم خوبیه. میره با یهودی ها میگه چاکر مخلصی، من همه یهودیت قبول دارم اینا، ولی اونا میبینن کلک قبولش نمیکنن. میره پیش نوفل، مسیحیه، فامیل خدیجه هم هست. میره تو شهر بصرا، تو بصرا میره توی کلیسا، میگه چاکر هم مخلصم، من اومدم اینجا نوکری شما رو کنم. بهش ماموریت هم میدن که میری مکه برو، تو از طرف ما ماموری، از طرف کلیسای بصرا. من شهر بصرا رو دیدم، خیلی شهر قشنگه دست. ولی شوربختانه نمیتونه با یهودی همکاری کنه، نمیتونه با مسیحی همکاری کنه، چون آدم جاه طلبیه، خودخواه. بر همین اساس میاد وقتی که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، حرف شرکه. اینم به شما بگم تو پرانتز، لا اله یعنی هیچ بتی نیست، الا بت الله. الله الهیست که حرف تعریف الف الله میگرفته. محمد میگه هیچ بتی نیست الا بت من. بت منم یک الله، همون بت بزرگ قریشی که توی
کعبه بوده با بوتای دیگه. متوجه میشین؟ بازم میاد یه چهارش، بعد وقتی میگه الله اکبر نمیگه الله کبیر، ما میگیم رضا شاه کبیر، کوروش کبیر، یعنی بعدش نداری کبیره، ولی وقتی میگه الله اکبر، علی اکبر، علی اصغر هم داری. یعنی صفت تفضیلیه، وقتی میگه اکبر اصغر هم حتما داری، هر کی اسمش علی اکبر یه داداش داره علی اصغر، مگه اینکه مادرش نزایده باشه یکی به دیگه، اگر علی اکبر. پس محمد هم تا الان 1400 ساله این اشکالاتش هیچ آخوند و هیچ پیغمبر و امام بعدون هم که باده نتونست اصلاح کنه، چون علی اکبر کفره، لا اله الا الله هم یعنی هیچ بوتی نیست الا بوت من. خب محمد اینا رو که میکنه قریش میبینن باشون درگیر پیدا کرده، ولی مهربونه، خیلی مهربون و ژانتی، رو سرش خاک چوبه مینوزن هیچی نمیگه. این مرحله نخستینه. ولی مرحله دوم که فرار میکنه از مکه میاد مدینه، یهودی ها میارنش اونجا که شهردار شهر بشه، بینشون رو صلح کنه، چون دوتا قبیله خزرج و اینا با هم درگیر بودن، این رو میارن اونجا با هم صلح کنن. قرار بود عبدالله عبی رئیس بشه، نمیپذیرم، یا آقای محمد ما میاریمش، ایشون هم یه چیزایی بلده. میاد بعد برای همین وقتی میاد مدینه، اسم مدینه رو یثرب میذاره مدینه و شروع میکنه. اونجاست که دیگه دو مورد دیگه شروع میشه، یکی راهزنی ها و حمله به کاروان ها و جنگ ها و درگیری ها، 63 جنگ میکنه، آدم میکشه. و تمام استاد هیدری بهروز عزیز توجه بفرمایید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. غزوه الان آمریکایی‌ها رو وقتی میخوان نقد کنن میگن غزوه الامریکی ها للعراق، یعنی تازش راهزنانه آمریکا به عراق. یعنی غزوه در زبان تازی، یک نکته دیگه هم که مهمه بدونیم، یعنی راهزنی. بعد راهزنی غنیمت داره، غنیمت به دست میره. اما جنگ در زبان عرب میشه حرب. محمد هرگز نمیگه من حرب کردم، حروب محمد نداریم، غزوات همه راهزنیه. خب مرحله دوم راهزنی و دوزی ایناست، مرحله سوم قانونگذاریه. حالا توی مرحله دوم که جنگ و خون و خونریزیست، ایشان اصلا دستور ترور میده، چون میدونستیم که محمد خودش اولین تروریسته. بله. دستور ترور میده، دستور ترور میده. من میخونم از رو که از بر بلدم، و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله. از برام ولی از رو میخونم که دوستان نگن چپ خون گوزی. این آیه 60 از سوره انفاله میگه آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از نصفش میگه، و اعد لهم ما استطعتم بالقوه و من رباط الخیل. اینجا رو گوش کنید، ترحبون، ترحبون بهی عدو الله، ترحبون یعنی تروریزه کردن، یعنی ترور کردن. شما الان مهرورزی کنید، خواهش میکنم بزنید ارهاب. الان در زبان عرب وقتی که رسانه ها میخوان از ترور صحبت بکنن میگن عملیات ارهابیه، یعنی عملیات تروریستی. در زبان عرب چه شمال افریقا باشه، چه لبنان باشه، چه عربستان، چون اینا لهجه مختلف دارن، همشون از تروریست، از واژه ارهاب استفاده میکنن. اینجا خود آیه قرآن دستور ترور میده، خودش دستور ترور میده. بعد آقای محمد در طی مرحله دومش که در مدینه هست، بیش از 30 تا ترور انجام میده، یعنی 30 نفر میاد میکشه. یکیش یه خانمیه اسما، یهودیست، شعر میگه، شاعر است، شعر میگه. محمد ناراحت میشه، میگه کسی نیست بره سر اینو برای من بیاره سرش. فردا شب یارو میاد سر رو میذاره رو میز آقای محمد، میگه قربانیدم سر این. ابو افک یک مرد یهودی شاعر، چقدر عمرش استاد حیدری بهروز جان؟ 120 سال عمرش. شاعره، داره شعر میگه، میگه محمد میگه برید سرگیر برای من بیان. میرن حمله میکنن، رو خوابیده رو پشت بوم، سرشو میبرن، میرن سرشو شد. 35 تا 40 نفر رو جوریشون میکشه. و از همه مهمتر اینه، خوب گوش کنید، این خیلی مهمه، بچه های مسلمان خواهش بکنم گوش کنید عزیزان من. و بعدم اگه شک میکنید برید تاریخ طبری، تاریخ ابن هشام، ابن کثیر، همه رو بخونید ببینید توش نوشته شده. و خودش هم با افتخار میگه آرم سپاه انقلاب اسلامی هم هست، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. بعد برید دنباله آیه رو بخونید، انفال 60. یه کسی استاد هیدری جان اسمش هست آقای عبدالله. بله. عبدالله ابن سعد،
ایشون منشی آقای محمدی، محمد هفت زبان صحبت میکرده، عربی هم بلد بوده، زبانهای دیگر هم برام یک تو قرآن از واژهای فارسی استفاده کرده، مشاوره هم داشته. پس بی سواد نبوده. واژه ایرانیه. بله، بی سواد هم نبوده. واژهای یهودی داره، واژهای حبشی داره غیر. ولی چون خودش وقت نمی‌کرده بنویسه، موقعی که نوشته مثلا الان نبوده. تازه الانم شهردار مردار جلسه می‌زنیم، یه کسی منشی داره، منشی جلسه می‌نویسه. اینا افراد بودن که حرفا این می‌نوشتن. یکی از اینایی که می‌نوشه خیلی مهمه. اسمش بوده عبدالله بن سعد. این میاد شب خونه به زنش میگه بابا تو ما رو اینقدر توهین می‌کنی به ما، از حس خوشمون تو خونه. محمد نمی‌دونه شاید ما رو تایید می‌گیره. می‌دونه که بحثا تو خونه هست. شما اگه پادشاه هم باشی شب میری تو خونه، زنت بهت بعد ویرا میگه. میگه تو برو بابا برو فلان. رئیس جمهور هم که بودی آوار بابا ما چه این هست این هست. آقا یه عبدالله یه مشکل با زنش داره، شب میره شب تو خونه میره، این زنه بری اومدی چرا؟ میگه بابا ما محمد بودیم، آیه می‌نوشتیم. یه خبر مرگ دعواش میشه. آخه میگه بابا تو هم که مسلمونی، محمد خیلی منو احترام داره. میگه چه احترامی داره؟ میگه حالا پس یه چیزی بهت میگم. میگه بگو. میگه خیلی وقتا شده وقتی محمد یه چیزی میگه من می‌نویسم، من می‌بینم یه نظر ادبی و کتابت عربی درست نیست. من یه تصحیحش می‌کنم. من یه تصحیحش می‌کنم. میگم اینجوری کردم. میگه براو، آفرین، براو. یک اشرفی هم به من میده. میگه خب یعنی چی؟ زنش میگه چی؟ به من چقدر آدم مهمی هم. من آدم بین مهمی؟ تو من توهین میکنی تو خودت. میگه مردک خیلی خری تو. میگه خیلی احمقی تو، خیلی ابلهی تو. میگه چرا؟ میگه اولاق. اما اگه نمیگه نه وحی خدا بهش میده. میگه چرا چرا؟ میگه اولاق. تو بس تو همه آیات قرآن خدا دست بردی، تو کار خدا دست بردی، آخر اون میره تو جهنم. یوهای عبدالله تازه دوزارش میفته. عصبانی میشه. پوها میشه میاد پیش محمد. میگه محمد میگه چی؟ میگه خیلی ناراحته. میگه تو میخوای من بفرستی جهنم؟ میگه نه بابا چاچره تیمی حرفا چی؟ میگه بابا من هی آیه های تو رو تصحیح میکنم، من کلام خدا رو من تصحیح میکنم، توی چی نمیگی؟ من چه خری باشم خدا رو تصحیح کنم؟ تو چرا گذاشتی اینقدر آیه ها رو من تصحیح کنم؟ محمد میگه بشین بابا ناراحت نشو، عصبانی نشو، از این خرا خیلی هستن استاد ایدری بر جون تو دنیا زیاد میبینیم. میگه بشین بابا عصبانی نشو، اینا یه چایی بخور. میگه نه نه من خیلی عصبانی ناراحتم فلان. اون دعواش میشه با محمد، نمیتونه به نتیجه برسه، پا میشه میره. پا میشه میره، محمد میبینه وا چه اتفاقی افتاد. این قضیه که من به شما عرض کردم درست مثل همین الله اکبره. بچه ما سرمولا، شما تا حالا معنی الله اکبر نمیدونید؟ الان فهمیدین؟ بدون آدم بشه بچه ما سرمولا، شما که الانتون عبدالله است، تا حالا ترحبون بهی عدو الله، ترور میکنن دشمنان خدا رو، نمیدونستید؟ سوره انفال میرین بخونین بدون آدم بشین. 7000 تمدن دارید شما، فرهنگ دارید. بچه مسلمان ها نمیدونستید که لا اله الا الله یعنی اینکه هیچ بوتی نیست الا بوت من الله. یعنی بوت من. حالا این بیچاره بدبخت یه ذهنش روشن میشه، عبدالله ابن سعد از در مسجد یا هر خونه محمد از میاد بیرون. محمد میبینه خیلی کار بدی شد، یه الان میره تمام آب روزی میکنه. یه میاد میگه بچه ها بیان بیان این رو عبدالله اومد به من یه حرفایی زد، دیدم مشرک شده. بعدم این اسرار ما رو داره، اسرار ما رو داره، مشرک شده. میره پیش دو برین سرش رو ببرین. این بیچاره عبدالله هنوز به خونهش نرسیده، از پشت میرن میکشنش. استاد هیلری بهروز جان، بیش از 30 نفر اینطور اسلام کشته. من حالا 1400 سال پیش خود پیامبر اسلامه، وقت من به شما میگن آقا نگو نظام اسلامی. من به شما میگن خود قرآن، آیه قرآنه، میان میگن نگو نظام اسلامی. اسلام رو تا موقعی که ما تمام و کمال نذاریم تو صندوق خونه. و بعدم نکته پایانی که خدمتتون میگم اون اینه، بابا خود محمد از روز اول اومده گفته که این دین نیست، گفته من یه تشکیلات سیاسی دارم، من یه حزبم. و ان حزب الله هم غالبون. خودش میگه مسلمان ها حزب الله هستن. بیچاره نصر محمد کیه؟ حسن نصر الله که این تویشه تویی که بعد حزب الله روز کرده. بابا خود قرآن میگه و این حزب الله هم غالبون. یعنی میگه شما مؤمنین و مسلمان. و بعدم از همه مهمتر نکته یه که باید بدونید، آخه بعضی میگه مسلمان ها بنده خدا چقدر مهربون هستن، چقدر به هم میرسن. خب آره، فرمان قرآنه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، از شما میدزدن، چ
چون فکر میکنه یهودی هستی، مسیحی هستی، زد میدازده، ولی بین خودشون چیزن. همه امروز کیف خانم بندر تو شانزلیزه دزدیدن، همه زندگیش توش بود جانم، همه زندگیش بنده خدا توش بود و روزی 400 تا ریزی همی شانزلیزه میدازدم. چرا؟ چون میگن یه رو چادر سرش نیست، روسری نداریم، نامسلمونه، آزاده. و بعدم دستور قرآنی باز برای دارم، دستور قرآنی دارم. و ما ملکت ایمانکم، میگه هر چیزی که ایمانتون کاری کرد شما بهش رسیدین تو جنگ دعوای دزدی فلانه مال شماست، زن دختر اینا. نمونه پایانی بگم، این کسی که محمد میکشه یک یهودیه به نام کنان ابن ربی، ایشون یهودیه. این محمد با این اختلاف مالی داشته وقتی که پیغمبر نشده بوده، هنوز بت پرست بوده، یادتون نره تا 40 سالگی دور کعبه که بت خونه بوده ایشون میرفته خودش بت پرست. کنانی که باش درگیر میشه حمله میکنه به خیبر که قلعه اونهاست، با خیبری خیلی درگیر بوده. خیبری که میگیره آدم زنده، درگیری مالی باش داشته، میخواد بکشه، اول زنشو میگیره میگه مال منه. تو جنگ زنش صفیه خانم میاد میگه چی ما رو گرفتید، شوهر ما زنده است اینجا داره. میگه میگه نه، تو جنگ هرچی قنایم گرفتیم ما تو بشین جمال من. میگه با شوهرم اونجا زنده است داریم میجنگه، چون صفیه رو میخواسته بهش ندادن جوانی. میگه این تیرزن خودش صدا میزنه میگه بیا اینجا. میگه اون میبینی میگه آره. میگه بزنش، یک تیر از دور میزنه کنانه میکشه. از این ترور زیاد، از این قتل زیاد. وقت ایرانی عزیزان من، شما کسانی هستید که بعد تمدن 7000 ساله پایهاتون رو گذاشتید، جهان اومده از شما نصیب برده، بهره برده. جهان شما هر آینی، هر دینی که، هر فلسفه‌ای که افلاطون، ارسطوی، فیثاغورس، هر ادیانی که باشه، یهودیت، مسیحیت، همه اینها با فرهنگ و تمدن ایران عاشقانه آشنا بودن. استاد حیدری بهتر میدونم، استاد حیدری، الیزابت، زن زکریاس، فرزندی میاره، همون که اسمشو میذارن به عربی میگن یحیی، ما میگیم یحیی. یحیی رو که میاره، ما توی امریکا شما میگین جان، ما میگیم اونجا میگیم جان باتیست، جان. جان شما وقتی که به امریکایی مینویسین یک آش میذارین، یک اچ میذارید، میشه جهان، اون جهانه. وقتی که خانم زکریا، همسر زکریا، الیزابت بچه میاره، میگه اسمشو چی بذاری؟ میگه بذاری، من میذارم جان. در کتاب مقدس هست، بهش میگن که بابا اینکه اسم ما نیست، میگه ولی اسم زیباییست. جهان یعنی نجات دهنده، چون یحیی رو وقتی که میگیرنش ناجیست، یحیی رو میگیرن بازداشتش میکنن، میگه که استاد حیدری بهتر از من میدونن، من نباید در برابر ایشون اینو عرض کنم، ولی چون میدونم اکثر مهمانیارانی که ما رو میبینن خب همکیش شما هستن، اینا میگم که بدونید عشق و مهر ایرانی اهورایی جهانی است. و یحیی رو وقتی میگیرن میگه میگه تو ناجی یهودی تویی تویی؟ میگه نه من نیستم، ولی او داره میاد. و وقتی میاد، عیسی مسیح میاد، کبوتر رو روشونه ایشون میشینه و جان، جهان، ناجی جهان که الیزابت و دلش میخواست بچهش بشه، حالا پسرموش میشه، مثلا عیسی مسیح میشه. و بعد ما میبینیم که حالا افسانه ها بسیاری که من وارد این بحث های افسانهش نمیخوام بشم، ولی میبینیم که بعد تمام آنچه داده های مسیحیت هم هست همش این مثلا سه ما داریم، نیکی در پندار، گفتار، کردار، این هم پدر، پسر، روح القدس و خیلی موارد دیگه. اصلا استاد حیدری بهتر از من میدونم تمامی یادروزهای مسیحیت در آیین و فرهنگ میتراست و همه اینها با هم یکی هستند. و اون چیه؟ اون اینه که عشق و مهر، اصلا نام مهر میترا، مهر عشق هست. و اصلا با خون و خون ریزی و قتل عامی که 14 قرن اومدن به هر نامی به ما تحمیل کردن، ما هیچ رابطه ای نداشتیم و نداریم. آن روز ایران آزاد میشه که آگاه بشیم، روشن بشیم، تو تله‌ها نیفتیم. و یه آگاهی هم دوتا، سیاسی، اندیشه ای. سیاسی بفهمیم، دو کلمه عرض کردم خدمتتون که بازی ها سوارد بازی شدستیم. اندیشه این که بدونیم اهورامزدا خداوند دانا و توانا هست، قدرتمنده، میرسه به انسان هرگاه ازش بخواد یاری، ولی میگه از تو حرکت، از اون برکت بیاد. و
این جهل و خرافه‌ای که از نخستین روز حزب بوده، تشکیلات سیاسی بوده، با قتل و خون و کشتار بوده رو برای همیشه بذاریم کنار. با سپاس فراوان، بسیار زیبا و بسیار آموختیم و حقیقتاً این من فکر میکنم که فضایی بود که لازم بود ما داشته باشیم و سپاسگزار مدیون برادرم بهروز جان هستیم که ممنون از جناب استاد اوستا این موقعیت ایجاد کردن. من که امروز خیلی لذت بردم و مطمئنم که افرادی هم که برنامه رو تماشا میکردن اونا هم لذت بردن حتما. و ما نباید در واقع اونا رو محروم بکنیم از لذت‌های بعدی. آمین. و من پیشنهاد میکنم که ادامه داشته باشه حتماً، چند وقت یک باری حتماً. اگر ایشون وقت داشته باشن سپاسگزار میشیم، در خدمتشون باشیم و مطالبی هم که فرمودن ناگفته نمونه برای تایید مطالب شما نسبت به اینکه قلب ایرانی ها خداوند لمس کرده برای کارهای بزرگ، کارهای جهانی. نمیخوام بگیم خدا ناسیونالیستی فکر نمیکنه، خدا همه مردم جهان رو دوست داره، اما خداوند کلام خدا میگه به دلها نگاه میکنه. آنچه که شما فرمودید در کتاب مقدس ما عهد جدید شاهد بر این هستیم، حالا به عنوان سه پادشاه، سه مجوسی، سه ستاره شناس از ایران میرن ملاقات عیسی مسیح. لذا عیسی مسیح در سرزمین خودش در خطر و تهدید به مرگ، اما ما میبینیم سه ایرانی خردندیش میرن و مسیح رو ملاقات میکنن. و زمانی هم که وعده روح مقدس روح القدس بود که خرد کامل در وجود انسان هست، که همان سبودی که شما فرمودید نسبت به شخصیت انسانی که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک هست، به توسط روح القدس هست. و در کتاب نامه به نام غلاطیان 5:22 اشاره میکنه که افرادی که از روح خدا پر میشن به اون خرد و به اون درک درست برای رابطه ها میرسن. 4 رابطه زیبا: انسان با خودش در صلح، در محبت، انسان با خانواده، انسان با خلق خدا و انسان با خود خدا. من اسمش گذاشتم فرمول خ، که اشاره به همون خردی هستش که شما نیست فرمودید. پس حقیقتا این رو باید ایرانی ها بدونن که خدا برای ایرانی ها جایگاه و سکوی زیبایی رو قرار داده، نه فقط برای سرزمینشون اندیشه کنن، بلکه برای صلح جهانی اندیشه کنن. از این رو هستش که شیطان میاد روی سرزمین ایران تئوری دیکته شده تاریکی رو نیز به اجرا میذاره. و من مطمئن هستم که در این روزها روزهایی هستش که همه ما بتونیم کنار همدیگه بیستیم. همچون واقعا سپاسگزار هستم از آقای سیاوش اوستای عزیزم که سالهاست داره زحمت میکشه. از اولین کتابی که شما نوشتید اندیشه شما چقدر روش کرده و به حقیقت رسیدید. حقیقت رو فقط متعلق به خودت ندونستی، متعلق به خانواده ندونستی، حتما در زحمت بودی، حتما در جفا هستی، حتما در تهدیدات هستی، اما ایستادی شما. و من ایمان دارم این استادگی داره جواب میده. نسل جوان اینگونه نیست که کورکورانه بپذیره و در مسیر عشق و محبت میتونیم همه ماها کنار هم دیگه بتونیم سرزمین زیبای ایران رو نیز آبادتر کنیم و اندیشه اون رو در مسیر صلح و خرد و محبت به سرزمین هایی که متاسفانه اسلام گرفته برسونیم، تا اونها با فیض خدا نجات پیدا کنن. به هر حال سپاسگزار هستم. شما مطلبی دارید با آقای اوستا؟ تشکر مجدد و اینکه هماهنگی میکنیم در آینده نزدیک باز بتونیم برنامه‌ای داشته باشیم. حتما خوشحال میشیم. اگر مطلبی هست در انتها خوشحال میشیم از شما بشنویم. اگر مطلبی هست. سپاسگزارم. بسیار شب خوبی بود و در پاریس شب و پیش شما 12 بامداد و ظهر شده و اینا. سپاسگزار هستم. با بوسه و مهر اول مزدا خداوند دانایی و توانایی و همونی که شما هم باور دارید آمین. با همه ما همراه باد. آمین آمین. فیض خداوند با شما و خانواده محترم باشه. شما رو دستان خدا میسپارم. فیض خدا باشه. سپاسگزارم. عزیز. خدا حافظش. خدا حافظش. با سپاس از هموطنان عزیزمون که تا این وقت با ما بودید. بازم سپاسگزار هستم از سیاوش اوستا، از بهروز عزیزم که این زحمت رو کشیدن. ما برنامه خبرناک رو به این دلیل گذاشتیم که بتوانیم نسبت مسائل روز سیاسی و کشور عزیزمون بیشتر
از عزیزان کنشگران سیاسی، مفصلین سیاسی بهره بگیریم و همچنین از شخصیت‌های مانند آقای سیاوش اوستا نیز بتونیم این آگاهی رو بگیریم و این رو بدونیم. حیفه نظام اسلامی انقدر توطئه‌ای ایجاد کرده که چنین اندیشه‌های پنهان باشه. بله. و ما باز تصور بر این بکنیم که نه، این اندیشه مال من نیستش. هوشیار باشیم. اسلام جدا کرد، مسیحیت جدا نکرده. شما ببینید عیسی مسیح، امروز بیشترین صحبت هم با مسیحی‌ها هستش که هوشیار باشیم، هموطنان عزیز مسیحی، که عیسی مسیح کلام خدا میگه با همه مردم در تماس بود، نه اینکه اندیشه اونها رو میگرفت، بلکه با اونها در رابطه بود. و این یکی از سوالات فریسیان و ریاکاران بود اون زمان. ادعا داشتن که از کلام میدونن، واقعا میدانستن، اما نسبت به کلام عملی نداشتن در مسیر عشق و محبت. ولی عیسی مسیح آمده بود با همه مردم در رابطه باشه، نه فقط با یک قشری. و هرگز هرگز فرزندان خدا نباید خودشون رو محدود کنن، اندیشه ها باید بازتر باشه. امروز دیگه ما تو جایگاهی نیستیم مانند مذهب اسلام کافر و نجس بدانیم مردم رو. باید این اندیشه که همون گونه که انجیل مسیح میگه ارتباط رو داشته باشیم. در این ارتباط هست، در این گفتگوها هستش که ما میتوانیم اون پیام عشق و محبت رو به هموطنان عزیزمون برسونیم. سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم. تشویقتون میکنم با ما باشید فردا در شبکه محبت. در شبکه محبت ما بیشتر پاسخگوی موضوعات و دعاهایی هست که از ایران میشه. شاید نتوانیم به خاطر محدودیت هایی که اونجا داریم در رابطه با ایران خیلی صحبت کنیم، اما تشویقتون میکنم با ما باشید، برای ما در دعا باشید، برای ایران و ایرانیان نیز در دعا باشیم. با فیض خداوند هر چه زودتر شاهد سرنگونی نظام اصلاحی باشیم و دست به دست هم بدیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران در مسیر عشق و محبت و خرد تحت اراده و فیض خداوندم. با تشکر از شما. تشکر از آقای یاسر عزیزم. یک بار دیگه سپاسگزار هستم از آقای سیاوش اوستا برای اینکه این وقت رو به ما دادن. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. آمین. آمین.